رودریگو دوترته رئیس جمهوری منتخب فیلیپین در نظر دارد مجازات مرگ را بار دیگر در کشورش به اجرا گذارد. دوترته یک هفته پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در نخستین نشست خبری خود از بازگشت مجازات مرگ خبر داد. مجازاتی که 10 سال پیش در این کشور لغو شده بود. اگر در جریان بازداشت به شیوه خشونت‌آمیز مقاومت شود، مطابق دستور من پلیس باید با هدف کشتن تیراندازی کند. لفاظی‌های دوترته و حمایت او از کشتن مجرمان نگرانی‌ها نسبت به بازگشت دوران استبدادی دیکتاتور سابق این کشور را به همراه داشته. او در یکی از اظهاراتش کشتن 100,000 مجرم و دفن آنها در خلیج مانیل را برای پروار کردن ماهی‌ها وعده داده بود. دبیر کل گروه مدافع حقوق بشر فیلیپین با انتقاد از مواضع دوترته گفت مسئله فقر، نابرابری گسترده در زمینه آموزش و فقدان سازوکار مناسب بازپروری در نظام کیفری و قضایی هم مطرح است. از این رو مجازات مرگ نمیتواند مشکلات نظام نابرابر را حل کند. شهردار شهر داواو که به او لقب ترامپ فیلیپین دادند، کارزار انتخاباتی خود را با شعارهای نظیر از میان برداشتن جنایتکاران و مجرمان پیش برد و توانست افکار عمومی بیشتر رأی دهندگان فیلیپین را با خود همراه سازد.